تو این ویدیو میخوایم افشاگری جنجالی عرفان از کمند و وینی رو با هم ببینیم. عرفان میگه وینی از این که کمند دوست به سر داشته خبر داره و 90% دخترای بلایند پارتنر رو دوست به سر داشتن، که این خودش خیلی جنجالی میشه. از اونورم واکنش جنجالی وینی به حرفای عرفان و کمند رو میخوایم با هم ببینیم و علاوه کلی خبر حواشی جنجالی دیگه. پس حتما آخر ویدیو جنجالی رو ببینید، مطمئن کلی کیف کد و لذت میبرید. دیشب قوقای بود تو تلگرام بین کمند و عرفان، بالاخره زدن به سیم آخر و کلی افشاگری از هم دیگه کردن. چت‌های مختلف، فیلم‌های مختلف از هم رو کردن، وایس‌های عجیب و جنجالی دادن که من پشمام دیشب ریخت و همه چی هم از برنامه شفته شروع شد که راجع به کمند صحبت کردن. اگه برنامه شفته رو دیده باشید، توی بخشش بچه‌ها میگن وینی برنامه شفته رو یه بار رکورد کرده، چون ما راجع به کمند صحبت کردیم اون تیکش رو پاک کرده و همه چی از اینجا شروع شد. بریم همون تیکه که عرفان رو بچه‌ها به کمند میندازن رو ببینیم و واکنش کمند و عرفان و دعوای جنجالی و بزرگی که بعدش وجود میاد. واکنش وینی هم آخرش واسه تون میذارم. الو سلام، خوبی؟ الو سلام جانم، سر زفتم. خیلی با مزه صحبت میکنه ارفان. چی؟ داشتیم بایلی میخندیم، ما عادت نداریم فردا صبح هم میکنه بابا. یه دقیقه میگیرم تیکرم نبودی زنگ زد خانومی کنترولر کولر من اون را قصد نسخرتون داشتم میکرم. چرا اونو تو چیز نذاشتم؟ اصلا کنترولر کنترولر داریم ما. عرفان الان استارت بزنه به نیامونه. عرفان ما برنده تو با نیمیشا میرم. اونو دیگه برای بچه های ایران نباید پخش میکردیم، در یه جا پخش میکردیم بازی اسواسی میشد. من تعریف کنم نه خاطره اصلا تیزی رو میشونی برام تعریف کنیم. بچه حاشیه از اینو شروع میشه، به عرفان میگه خاطرهای دیزین و دیزی رو واسه من تعریف بکن که خیلی دیزین چندن. و عرفان بعدن گفت راجع به دیزی داشتیم صحبت میکردیم، همون اپیزودی که عرفان کمن ما هم برنامه داشتن عرفان دیزی خورد. گفت تو اپیزود ماهان به خاطر این که راجع به کمن صحبت کردیم اسم اپیزود حذف شده و وینی نذاشتش رو برنامه. وینی خیلی حساس بود راجع به بینیا، حتی به خود ما هم پیام داد. اپیزود ماهان هم یک ساعت و مثلا خورده در میومد، به خاطر این مثلا فکر کنم نیم ساعت شده. بابا دیگه ما خب چیکار کنیم؟ تمامش راجع به دیزی داشتن صحبت می‌کرد. حالا اینقدر هم مهم نیست راجع به دیزی ما صحبت. ما راجع به شخصی که تو دیزی بود صحبت می‌کردیم. سالار در سرویس. اون شخص با همه ما در ارتباط، ول کن. ما اونج مبارک باشه. نه. نه در ارتباط که یعنی خب میشناسیم دیگه. ماهان با کمند ویدیو گذاشته بود به عنوان مدل و برای همین گفت نگید راجبی صحبت نکنید، با همه ما در ارتباطه. اما حواشی بچه از اینجا شروع جنجالی میشه. کمم یه عکس پای خودش و دانیال رو میذاره که باز با هم رفتن بیرون و این عرفان رو خیلی عصبانی میکنه. عرفان اینجوری تو کانال تلگرامش مینویسه، یکی ازش پرسه مگه شما کسی رو هیپ کردید؟ همه جا پر شده. عرفان می نویسه چی پر شده؟ دیزین؟ نه دیزی، من زبونم تنده، تیکامو میندازم، همیشه لذتم میبرم. یه سری انقدر دروغ میگن به بقیه دروغای خوشنم باور میکنن. دست پیش نگیرین چون با مدرک باز میکنم همه چیو. و این کمندو خیلی عصبانی کرد. کمندو کار تگاهش اینجوری واکنششون میده. پیش کشیدن اتفاقی که بودن 4 ماه پیش اتفاق افتاده اصلا قشنگ نیست، مخصوصا زمانی که تاکید دارید دنبال حاشیه نیستین. من تنها سکوت کردم و توضیحی ندادم، چون هیچ قصدی برای درست کردن تنش تو این داستان نداشتم و همچنان ندارم. بنده زمانی که تو برنامه شرکت کردم پارتنر نداشتم و تازه رابطه بیرون اومده بودم و اطلاع هم داده بودم این قضیه رو، هرچند که این برنامه صرفا شو بود. بعد مکالمه‌ای که داشتیم و بحثی که پیش گرفت، من باز کنار اومدم و چیزی نگفتم و هرچند که ایشون سر داستان دیگه‌ای هیت گرفته بودن با آبروی من بازی کردن.
من بازی کردن شایعه پشت سر من پخش کردن، با سکوت کردم و احساسی کردم دیگه سکوت کردن جواب خوبی نیست. خب همونطور که میدونید عرفان به خاطر سلام قشنگم داشت هیت میشد تا موقعی که اومد گفت کمند دوست پسر داشت و همه شروع کردن به فوشه وحشتناکی به کمند دادن که کمند جنده است فلان بهمان و از اینجور صحبت ها و عرفان عصبانی شد کمند رو تهدید کرد. بریم ما هم واکنش عرفان رو ببینیم کی با تو کار داره. تو رو نمیگم، یه پایین زدم بیا صد خط بنویس، خودت هم میدونی درست بود، کاری نداره. اسم دوستمون که توی تهران مرکز بود شما گردن نمیگرفتی و بیارم بابا ولم کن، فاز توینیوان کید برداشتی وسط دعوای بقیه میندازی خودتو، خانم ول کن. عکساش هم نفرستادم بنده خدا رو، اسمتو لازم نیست بیارم. پیج همه پسرهای برنامه رو باز کنی هستین توش واسه هاشیه. برای امشب هم بسه، تکس بعدی عکستون توی کافه روبروی دانشگاه، شبت بخیر. اینجوری کمند رو تهدید کرد که عکس تو رو دوست پسرتو با هم میذارم. و خیلی جالب بود که راجب وینی عرفان صحبت کرد. عرفان گفت تو به وینی برمیداری میگی نگیم بهش من دوست پسر دارم، خیلی فرق داره با شوخی دوستام که مطمئنا خبری نیست که میان جلوی دوربین میگن. و بچه آخرش وینی به این حرف عرفان واکنش نشون داده. اول بریم واکنش کمند رو به این حرفا ببینیم که کمند عصبی شد. و حالا جالبه یه سری وایس از عرفان میاد بیرون که پشماتون میریزه. کمن اولش این چت عرفان رو میذاره که من خیلی وقت پیشه، عرفان جان بلایند دیت چه درسی بهت داد که هوای دوست پسر مردم رو داشته باشم. عرفان اینجوری گفته بود راجب دوست پسر کمن. کمن هم اینجوری مینویسه ممبر چیه بابا شما کمتر اسم ما رو بیار ما قبولت داریم، در صورت نیاز واسه سوختگیت علامت آتیش خاموش کنی گذاشته. میگه یه خط راجبش حرف زدم 10 خط جواب داده ولی خودشو نمیبینه که هر روز از اسمت سوء استفاده میکنه تا خودشو بکشه بالا. ای بابا جان دوست عزیز، همه تو دانشگاه دوسته منن، مگه همه مثل تو مریضن با مامان و دوستشون بخوابن؟ What the fuck؟ تهدید میکنه من. چه سال متولد 80 تو برنامه میگه 23 سالمه، هر روز تولدش هم نشده بود. و داستان جالب میشه، یارو یادتون باشه با یکی داشت کار میکرد به اسم آرمین و اون میاد راجع به عرفان اینجوری واکنش های عجیب و جنجالی نشون میده. این وایسا خیلی عجیبه، مطمئنم پشماتون میریزه. اگه تا اینجا ویدیو رو لایک نکردید حتی لایک کنید، سابسکرایب به چنلتون نره. بذارید ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. داشته باشه فرض رو بر این میگیریم که مثلا کمن فرض رو بر این میگیریم که کمن دوست پسر داشته میاد تو برنامه شرکت میکنه. خب چه رب الان من نمیفهمم به اون چه فرق برنامه یوتیوب بابا یارو زن و بچه داره میاد تو شو بازی میکنه، یه بازیگر هم نقشش نقش دوست دخترش تو فیلم اصلا دیگه شلغم تر از یعنی از این ساده تر نداریم مسئله. فرض رو برای میگیریم خانم دوست پسر داشته که خیلی از شرکت کنندگان این برنامه پارتنر داشتن، چه آقا چه خانم تعدادشون پارتنر داشتن. یکی اینکه خیلی بچه‌ها پارتنر داشتن تو برنامه وینی که وینی به خود برای خوش نیورده بچه‌ها رو گذاشته تو ویدیوها و بعد خب بامبولش اندش در اومده. اما از رو که بگذاریم عرفان هم خودش تایید کرد که وینی میدونسته که من دوست به سر داشته ولی هیچی نگفته. برنامه شرکت کردم تعبیری که یا شما تعبیر برنامه و شو رو نمیفهمی، تعبیر یوتیوب اصلا تعریف یوتیوب رو باش آشنا نیستی، تعریف دوربین رو باش آشنا نیستی، یا هم بر باز برمیگردیم به اون که از هر طرف حساب کنیم. به خدا من نمیفهمم، یعنی از درک من خارج، انقدر مسئله ساده است و انقدر دنبال داستانن یه سری، یعنی عجیب. عرفان خیلی عصبانی شد، سری چداشو پاک کرد، یه سری فحاشی به آرمین کرده بود. آرمین هم اینجوری واکنششون میده. اگه آرمین رو نمیشناسین با کمن بهنیا و خیلی یوتیوبرای دیگه مثل تاکسی گر و بچهای دیگه به خاطر امنیت پیج کار میکنه
و امنیت پیج داره. ارفان هم گفت نکنه خودت حتی پیج منو پروندی و داری الان اینجوری واکنش نشون میدی. این وایسا رو با هم ببینیم و واکنش وینی و آخرین صحبتای ارفان رو واسهتون بذارم. همه این پستا، همه این کامنتا رو سریعا جفتشون هم ارفان هم کمند پاک کرد. برنامه صحبت میکنم واقعا پشمام ریخته. بچه ها برنامه یوتیوبی تعریفی داره، شوه یه سری چیزا و به صورت نمایشیه. اگر که کسی اون تو اون برنامه پارتنری داشته باشه، صرفا اومده جلو دوربین یه برنامه شرکت کرده، اون دیگه مشکلشو باید با پارتنرش حل کنه. اگر قرار باشه کسی شان کی بشه، مثلا پارتنر اون بنده خداست که واقعا راجع به کمند تا جایی که من اطلاع دارم همچین قضیه نبود. مهمان‌های دیگه داشتن این برنامه، پارتنر داشتن. خب بچه ارفا این تکس رو گذاشت و واسه همیشه تکس رو پاک کرد. تو کمتر از یک ساعت هم ارفان هم کمن تکسشون رو پاک کردن که کسی نتون رو ببینه. در به همه گرم که هوامو داشتین، تکس دنین بهشون تو ناشناس، خوابشون به هم میریزه، بوستشون خراب میشه چون کمن خدافیزی کرد و گفت شب بخیر ورزش هره دیگه دامه بدم حرفامو. یزید من دنبال فالوور بودم، چند هم باز میکردم فورواردشو، 50 تا ویدیو میساختم زردتر از شماها، نه پس میگیرم انداز شما، نمیتونم زرد باشم. اون خانوم تا اون تکس آخرام پاک نکنه من هیچیو پاک نمیکنم. باشه اینجا بقیه ببینن نگم معزوم گیر آوردی. وای حسین کشته شد، تو هم قاطی این بازی نکن خودتو قصیده سرا. یه حدیدی سری بعدی حضوری پیشیدم بهت. این حرفم با آرمین بود. و در آخر بچه ها واکنش وینی رو ببینیم نسبت حرفای جنجالی که راجب خودش و برنامهش زدن. وینی فقط یه واکنش تو کانال تلگرامش نشون داد و اینجوری بود: مهربون بودن خوبه ولی نه اونقدری که وظیفت بشه. خیلی بچه ها ویدیو جنجالی امروز حتی حتی ویدیو لایک کنید، سابسکرایب کنید، چنلتون رو نوتیفیکیشن هم اون کنید، اولی فرصت اخبار هواشی دنبال بکنید. حتی از کامنت به بگید، همه کامنتتون رو میخونم، نوتیفیکیشن هم اون کنید، اولی فرصت اخبار هواشی دنبال بکنید. ویدیو اینجا میاد خیلی خفره، حتما ببینیدشون. تا ویدیو بعدی میبینم به تو. بای بای. چی کنه؟ نه 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 ن